بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عرض سلام و أدب دارم خدمت تک تک شما نهاية عزيز جناب مفتي عبد الله عبد الله علوم إسلامي را برنامه خوش آمدید نگين بسیار شكر جناب مفتي لطف تشكر جناب مفتي اولین سوالی را که دوست ما پرسیدن محمد حنیف غازی اینا در ارتباط به وعده خلافی از بود اخلاقی و از بود اسلامی گفته تحقیق شود و اگر جوابات خوبی در دا ارتباط داده شود برای ما که اگر یک نفر وعده, وعده, خود وعده خود پوره میکنه یعنی سر وعده خود درست عمل میکنه چه منافعی بر از او چه اجر و پاداشی بر از او داده میشه و اگر یک نفر وعده خلافی میکنه چه ضررها و چه مشکلاتی را در دا پی داشته باشه برای انسان بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و به همه بیننده های محترم علیکم سلام موضوع وفا به عهد و پیمان یکی از فرایز الهی است بالای بنده هایش هیچ یک از فرایض الهی این چنین نیست که تقریبا انسانها بالای برای از او متفق باشند بله. همه انسانیت به با این باور است که وفا به عهد و پیمان سمرات خوبی را در جامعه دارد که توسیع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خوده به خاطر انجام از این عمل میدانند هرگاه این موضوع در جامعه متحقق نشود بله. نابسامونی های جامعه خدا خرابی جامعه خدا بیان کردیم بله. دین مقدس اسلام هم به پیروای خود دستور میده چنان این موضوع را مهم تلقی می کند که اعتماد در جامعه پابرجا باشد روابط اجتماعی که مسلمان ها بین خود دارند این روابط استوار باقی ببانه دستور میده پیروایش که بیاین وفا به عهد و پیمان خود بکنند قرآن کریم از سوره بقره بالای از این موضوع بحث خود از شروع می کند الله جل جلاله در این سوره در یکی از آیاتش انسان های نیک به معرفی می گیرد بله. که انسان های نیک در جامعه شناسایی بکنیم کیها هستند بله. یکی از اوصاف از او انسانها ها را بیان می کند که وفا به عهد و پیمان است چقدر زیبا می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والموفون به عهدهم ازا عاهدو انسان های نیکوکار کسایی است که به عهد و پیمان خود وفادار هستند در جامعه امروز انسان هایی که بخوایم بالایشون قضاوت بکنیم که خوب هستند یا بد یک مرتبه در زندگی ارزیابی بکنیم که یا وفا به عهد و پیمان خود میکنن یا نمیکنن اگر انسانایی بودند که واقعا به عهد و پیمان خود وفادار بودند این آیه قرآن کریم در قبالشان صدق میکنه به عنوان انسانای نیکوکار در جامعه معرفی میشوند پیش میره قرآن کریم در سوره اسرا بیان میکند و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا پروردگار همه مسلمانها را متوجه می سازد که وفا به عهدتان بکنی چرا از عهد و پیمان مورد سوال الله قرار میگیرید گیرید امروز اگه یک معلم یا یک استاد اگر به شاگردای خود پیش از پیش بیان بکنه که در امتحان آمدن ازی سوال حتمی است بله. چقدر او شاگردا ابعاد از او مطالعه میکنند که سوالی که از قبل تعیین شده است باید پاسخ درستی مطابق بله. میل استاد باید بدن پروردگار برای همه بنده های خود بیان می کند که از عهد و پیمان شما سوال میشوی چقدر به عهد و پیمان وفا کردید چقدر وعده خلافی ها کردید خوامخوا مورد باسپورس قرار می گیری. ما در یک امتحان الهی قرار داریم سوال هم از قبل برای ما تعیین شده است کوشش کنیم در زندگی خود وفا به عهد و پیمان از جمله اخلاق انسانی و اسلامی خود بدانیم هیچگاه وعده خلافی وعده شکنی را در زندگی ما باید پیش نبیاید آخر بله. اخیر میره قرآن کریم چقدر زیبا بیان میکند که سوره مؤمنون بیان میکند که فلاح و رستگاری مسلمان ها را وابسته به عهد و پیمان میداند آیت میاد که والذین هم لاماناتهم و عهدهم بله. راعون الله کامیابی مسلمانها را تضمین می کند بلی. یقینی بودن کامیابی مسلمان ها را بیان می کند. ولی از او شرایط هفتگانه از او اوصاف هفگانه ای که برای این مسلمانات در زندگیشان بیان می یک موردش امی است که یا به اهدا پیمان خود وفا بکنند از نظر قرآن کریم اگر ما توجه بکنیم وفا به اهدا پیمان از جمله احکام های بین المللی اسلام است اگر مسلمان ها به این اصل پابند باشند به با ای اصل ارزش قائل شوند به ای اصل در زندگی خود توجه بکنند وعده الله شامل حال ما می شود که روابط اجتماعی ما خوبتر استوار می شود اعتمادی که در یک جامعه حکم فرما شود اثرات مثبت خوبی است که در زندگی بر ما در بخش های مختلفش نصیب می شود موضوع وفا به عهد و وعده خلافی یک موضوع بسیار سرنوشت ساز برای یک جامعه می باشد بنان توجه در ارتباط به این از قرآن و حدیث باید بحث صورت بگیره و همچنان سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلام کنکاش شود و دیده شود که در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلام چگونه پیامبر علیه صلوات و سلام به این موضوع اهمیت داده و در مجموع اگر ما بریم ببینیم در سیرت اسلام و در تاریخ اسلام در ارتباط با وعده و وعده خلافی چقدر اهمیت و توجه جدی صورت گرفته جناب اوریس بسیار تشکر واقعیت موضوع سرنوشت ساز است یکی اگر توضیح بدیم سر موضوع اساسی و بنیادی یک جامعه است که همه مردم ما امروز با این مشکل روبرو هستیم بله. چیزی که گم شده ما امروز در افغانستان است امی اعتماد است که اعتماد وجود ندارد و در خلافی های صورت میگیرد پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند حدیثی حدیث را امام بخاری از حضرت ابو هریره نقل میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند که آیت المنافقی سلاس انسان منافق انسانی که از ایمان به دور است اوصاف نفاق در وجودش حکم فرما شده است این نشانی سی است یعنی حتی هست... کسی که می وعده خلاف میکنه به درجه منافق میرسه بالکل جناب مرادی صاحب می خوام امیر توضیح بدیم بله ازا حدث کذبه بله میگه اول نشانی است که وقتی سخن میگه دروغ میگه نشانی دومش و ازا وعد اخلفه وقتی وعده میکنه خلاف میکنه نشانی سیومش هم پیش میده و ازا تومنه خانه بلی. وقتی امانت برش جاده میشه خیانت میکند در این حدیث امو لفظ دومش ما میخوایم به بالایش توجه بکنیم که وعده خلافی است پیامبر صلی الله علیه و سلام وعده خلافی از اخلاق یک مسلمان از شان یک مسلمان به دور میداند حرف شما کاملا بجا که هرگاه در وجود اگر حکم فرما شوه انسان از نظر پیامبر صلی الله علیه و سلام به صفت منافق شناخته می شود. چطور پیامبر در زندگی خود به ای اهمیت میداد موضوعات بسیار بزرگی در سیرت آن جناب صلی الله علیه و سلم آمده است که به این موضوع اهمیت داده است و راز کمیابی و پیشرفت مسلمانان را می بینیم که به این اصل بیشتر اهمیت میدادیم. داده و غیر سیرت نویس ها نقل میکنند که حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه که رازدار پیامبر صلی الله علیه و سلم است از مکه می به مدینه منوره که اسلام میاره به پیامبر صلی الله علیه و سلم داستان بسیار مشهوری است در مسیر را وقتی از مکه حرکت می کند با ابو جهل روبرو می شود ابو جهل کسی که لشکر خود آماده کرده است می خواهد با جنگ علیه پیامبر صلی الله علیه و وارد میدان شود که همان غزو غزوه بدر رخ می وقتی با حضرت حذیفه روبرو می شود حضرت حذیفه را گرفتار می کنند کجا روان هستی شرایط اساس حضرت حذیفه می که ما به مدینه منوره روان با پدر خود با ملاقات با پیامبر صلی الله علیه و ابو جهل برش میگه که ببین اگر اونجا تو بروی بحثی است که در جنگ علیه ما سهم میگیری در جنگ اشتراک میکنی وعده میکنه برشان که نه ما به خاطر جنگ نمیریم هیچگاه در جنگ علیه شما ما سهم نمیگیریم صرف هدف ما ملاقات با پیامبر صلی الله علیه و سلم است وقتی در مدینه منوره میرسن یا در مسیر راه بنابر سیرت نویسان نوشته میکنند که با پیامبر صلی الله علیه و سلم روبرو میشود اظهار عقیده و آنچه گپای لازم بوده از بین هر دو رد و بدل می شود از پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست می کند که ما می ما را اجازه بدی که در ای غزوه بدر که قرآن یوم الفرقان می روز جدایی از حق و باطل و قرآن چنان به بدریا اهمیت می که همه گناهیشون مورد عفو بخشش قرار می داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم تشویق میکنه که دی جنگ اشتراک بکنه چرا جنگ سرنوشت ساز است اولین جنگ مسلحانه ای است که مسلمان ها بسیار تعداد کم با وسایل تجهیزات کم و او طرف مخالفین هم تا بدندان مسلح در امی شرایط اساس پیامبر صلی الله علیه و سلم جریان را که از حضرت حذیفه شنیده است که وعده ای را که با ابو جهل کرده که که در جنگ سهم نمیگیرم پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه اشتراک جنگ با حذیفه نمیداد و برش میگد که ببین این برای ما مهم نیست که ثوابی حصول شود برای ما مهم است که گناه صورت نگیرد و نبای از صورت ده خلافی نباید صورت بگیرد وقتی پیامبر میای به این موضوع اهمیت میده حذیفه را نمیگذاره در جنگ اشتراک بکنه این است که تاریخ نیک سیرت نیکی از ایشان بجا مانده است که ما من حیث پیروای پیامبر صلی الله علیه و سلم بیم اونم اهمیتی که در ش... بدترین شرایط رسول مبارک صلی الله علیه و سلم به موضوع داده است ما هم در چیزای بسیار پیش و پا افتاده و چیزای مهم حتی نباید وعده خلافی بکنیم و موعده و قول قور خود وفا باید بکنیم سر زیاد تشکر جناب مفتی صاحب ممنونتان دوستان عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره برمیگردیم باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز بخش دوم برنامه است جناب مفتی صاحب قبل از وقفه در ارتباط با وعده خلافی و چیزایی که در ارتباط به او سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم شما صحبت های داشتید دا اگر در مجموع تاریخ اسلامی که جزی از سوال ما بود قبل از وقفه ما بریم ببینیم چقدر اهمیت و توجه صورت گرفته در این ارتباط جناب مرود اگر تاریخ اسلام را توجه بکنیم به خصوص در نظام های سیاسی و حکومتداری در بخش های اقتصادی واقعیت یک الگوی خوبی است یک نمونه خوبی است حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سیرتش بیان میکنند که وعده را با یهودیا و عیسویایی که در بیت المقدس بودن یک وعده در بینشان قایم شد بله. زمانی که بیت المقدس فتح شد مردمایی که در اونجا مسکن گزین یک معاهده بله. یک قرارداد در بین هر دو طرف به امضا رسید تو قراردادی بود که ما از شما حمایت میکنیم بله. شما در امان هستی و شما طبق معمول سالانه باید تکس به با دولت پرداخت بکنید یک مدتی گذشت نیاز پیدا شد که امی فوجی که امی لشکر مسلمان ها که در بیت المقدس مکلفیت دارند که تامین امنیت بکنن نیاز بر از شد وقتی اصلاحات عمر فاروق اون لشکر از اونجا فرا میخواند دستور میده بر مسئولین که امرای کسایی که مخالفین مذهب اسلام است که یهودیا و عیسویا هستند به زوا این موضوع را تفاهم بکنند که باید. ما امسال نمیتونیم امنیت شما را تأمین بکنیم بنا آن امو تاکسی را که برای ما پرداخت کرده بودی ما او را به شما مسترد میکنیم و این وعده خلافی عنوان نشوه توجه بکنید که ما به وعده خود وفا میکنیم وقتی لشکر خود انتقال میده تکس برزوا و, و پاس مسترد میکنه و میگه که امسال شما خودتان امنیتتانه بگیرید واقعا در دنیای امروز برای ما بهترین نمونه هست بهترین الگو هست همچنان واقع دیگیره که به ثبت رساندین بسار زیبا برای ما هست واقع حسرت معاویه هست که والی شام است. همیش گان آگاه درگیری با رومی ها دارد باید. یک زمانی که آتش بحث در بین مسلمان ها و در بین رومی ها قائم می شود حسرت معاویه با اجتهاد خود لشکری را میبره در مرز جا بجا میکنه که با ختم آتش بس وارد جنگ شود بله. و بتونه یک حمله غافلگیرانه ای بکند که مناطق بیشتری از رومی ها بگیرد بله. که با امی هدف و پلانی که پیش خود سنجید از موفق می شود ولی زمانی که یک مناطق فتح می کند حضرت عمر فاروق امیرالمؤمنین برش دستور میده فرمانی صادر می شود برش گفته می شود که اون مناطقی را که گرفته ای را رها میکنی و واپس می در مسکنه اصلیت چرا نه. که این هم یک نوبه خلافی است که در زمانی که آتش بس است تو آمادگی جنگ دارید بس. نباید آمادگی جنگ نباید نیروها در مرز برده شود این واقعاتی را که تاریخ اسلام برای ما بیان میکند واقعات در دنیای امروز اگر به این توجه صورت بگیرد به ای احترام گذاشته شود و که بیشترین مشکلات ما در کشورهای اسلامی در جامعه انسانی ما کاهش پیدا می کند. اگر یک شخص بنابر اعذار و مشکلاتی را که داشته نتوانه به عهد خود وفا بکنه ای هم از جمله کسایی است که وعده خلافی کرده یا که نه؟ بلی در صورتی که به جانب مقابل اطلاع نده ملی. یک نفر وعده میکنه که من ما یک ماه بعد یا چند روز بعد من این مقدار پول به شما میدم یک وعده هست ملی. حال امون مدت زمان که میگذره نمیتونه بنابر حرف شما اعزاری که برش پیش آمده است وضعیت اقتصادیش خوب نیست یا حالات دیگه پیش آمده نمیتونه امون پول پرداخت بکنه بلی. زمان عذرش موجه است زمان وعده خلافی شمارده نمی شود که به طرف مقابل اطلاع بده بلی. طرف مقابل بگوید که بلی وعده مواطا پابرجا بود ولی وضعیتی که من یک مقابل داشتم امروز ندارم که من به امون وعده خود وفا بکنم اگر جانم مقابل اطلاع داد او مطمئن ساخت ایده جمله وعده خلافی شمار نمیشود شود اگر خاموشی را اختیار کرد جاره مقابل اطلاع ندا بلی, بلی در جمله وعده خلافی است اون وعید او بدی هایی را که قبلا بیان کردیم که پیامبر صلی الله علیه و بیان میکنه او در بالایش ست میکند خوب است یک آه ببینیم که چی چیزهایی در شریعت وعده خلافی شمرده میشود ولی که امروز در جامعه ما مردم و انسان هایی که در, در پالای هم زندگی میکنن به او هیچ توجه ندارن و اصلا نمیدونن که آیا همی هم وعد خلافی در شریعت پنداشته شده یا نه خوب است که از شما بشنویم چی چیزهای میتانه باشه جا داره از این دوستایی که سوالات مطرح کردین ما تشکر بکنم موضوع اساسی که امروز روابط اجتماعی ما را به چالش کشانده است همین بله. موضوعی است که ما به این چندان توجهی نمی کنیم بله. و حرف شما بسیار چیزایی است که وعده خلافی فکرش نمی کنیم نمی در حالی نم. که وعده خلافی هست همانند سوالی که پیشتر شما مطرح کردید به طور مثال یک کسی که در یک کشور زندگی میکنه تابیت یک کشوره میگیره بله. یا تابیت یک کشور داره بله. تابیعت داشتن یا تابیت گرفتن به معنای است که همه قوانین او کشور را رعایت می کند حال اگر می آیا او قوانین زیر پا میکنه او قوانین رعایت نمیکنه امی در واقع وعده خلافی است در حالی که مردم فکرش وعده خلافی نمی مفسرین چقدر زیبا بیان میکنند میگه میکن می موسی علیه السلام زمانی که در مصر زندگی می در خانواده فرعون قبطی از پیشش کشته شد میخواست موسی علیه و سلام شخصیره کمک بکند و با یک مشتی که قبطی رزه هدف موسی علیه السلام نبود که او کشته شود و فکرش هم نمیکرد. ولی قتل اتفاق افتاد زمانی که موسی علیه و سلام از مدین برگشت به مصر میکنه بالی. یک پیشنهاد را که به الله مطرح میکنه در سوره شعرا بیان شده است میگد که لهم علی یزن از پروردگار خود مذرت خویی می که ای الله از او مردم در بالای ما گناه هست بالی. کشتن یک کافر قبطی که قصدش هم نبوده است موسی علیه و سلام امیر گناه حساب میکنه. کند مفسرین می که ای در واقع وعد خلافی است که صورت گرفته است موسی علیه و سلام می از این مذرت خویی بکنه وعد خلافی به این معنا که کشتن یک انسان در قانون مصر جرم پنداشته می شود انسان مسلمان باشه خواه کافر باشد چون امی وعده خلافی که موسی علیه و سلام در اونجا مسکن گزین است تابعیت و کشور دارد اونجا زندگی میکنه این وعده خلافی صورت گرفته است امروز میخواهد که او را جبران بکند از او معذرت خواهی بکند نه. یا ویزه که امروز بعضی مردم میگیره از یک کشور وارد از او کشور میشوه ویزه گرفتن از سفارت به معنی است که ما وعده میکنیم که مقررات او کشور را رعایت میکنیم حال یک نفری که ویزه یک کشور دارد او کشور میرود مقررات و کشور زیر پا میکنه قانون کشور رعایت نمیکنه همین وعده خلافی هست فکر نکند که والا این کشور بیگانه است یا این کشور اسلامی است یا این کشور مسلمانی نیست نه نی. هر آنچه باشه انسان وعده کرده است تا زمانی که او قانون کشور انسان امر به گناه نکنه انسان مکلفیت داره که به او مقرراتش پابند باشه چیزی بسیار مهمی که مرادیس امروز در افغانستان میبینیم وعده خلافی حساب نمیکنن دوستایی که رانندگی میکنن راننده های محترم همه توجه بکنن لایسنسی که از ترافیک میگیرن او لایسنس به معنایی است که با ترافیک وعده کردین قول و قرار گذاشتین که ما قوانین و لوائه ترافیکی را در رانندگی خود رعایت میکنیم هرگاه یک راننده ای که خلاف میکنه و ای را گناه فکر میکند این اشتباه است ای وعده خلافی است که با امو لایسنس با امو مرجعی که لایسنس گرفته است ای وعده خلافی میکند و ای در واقع گناه است هیچ ترافیکی را گرفتار نکند هیچ جریمه و جزایی در بالاش مرتب نشود اما متوجه باشد که وعده خلافی صورت گرفته است این گناه است و این کار نادرست است بیم از این وعده خلافی های مروج ما اجتناب بکنیم چیز بسیار مهم دیگه ای که ما میبینم بل برق می شاید یک دوست فکر بکند که والا مشکل نیست ای را در این دور تحویل نکردم دور بعدی تحویلش میکنم یا بل آب می آید برداشت ما است فکر ما به این است که هرگاه با او شرکتی که قرارداد صورت میگیره انسان با او عهد و پیمان می‌بندد. در این یعنی قراردادی که امضا میکنه ای در واقع وعده کردن است وفا به عهد و پیمان لازم است هرگاه در میاد معینش بدون عذر پول خود تحویل نمیکنه همین وعده خلافی است شاید دوستایی که حالا صحبت ما شما را میشنوه که کو برادر این یک قضیه یک شرکت است این چه مونده به وعده خلافی بله. پاسخ ما این است که دین ما منحصر تنها به عبادت نیست بله. که ما کل دین منحصر به این بکنیم که در مسجد بروید و عبادت بکنیم بله. این دین آنقدر جامع است که همه بخش زندگی ما را تحت پوشش قرار داده است بله. اگر ما با تعلیمات این دین مورد توجه قرار بدیم بیشتری مشکلات ما حل می شود با. امروز ما می بینیم کمبود برق مواجه هستیم اخبار را میشنویم چطور مردمایی است که بل برق تحویل نمی کنن. ما می خواهیم از این برنامه برایشون بگوییم که این گناه است بیم او بلایی که از برق مانده است این بلایی که از شرکت های آب مانده است بیم این تحویل بکنیم تا از این وعده خلافی که گناه است از این بدور شده باشیم با. یا زن و شوهر جناب مرادی بله. قراردادی که بینشون صورت میگیره که امون نکاحت است بعضی را میبینیم با حقوقی که از یک خانم در بالایش هست او حقوق انجام نمیده یا حتی بعضی رشنده میگه که وعده خلافی با خانم بکنی مشکلی ندارد در حالی که پیشتر عنوان دادیم که قرآن کریم در سوره ماعده چنانی موضوع اهمیت میدهد آیت شماره یکش میاد که یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود ای کسایی که ایمان آوردی وفا کنی به عهد و پیمانتون و آیه دیگری که شما تلاوت کردی ان کان مسئولا بلکل. بلکل جناب مرادی سیب پس ما را متوجه می سازد که در تمام انده و پیمان ما چه زناشویی باشد چه قراردادهای سیوسی باشد بله. چه قراردادهای تجارتی باشد وفادار به اهد و پیمان خود باشد و ای یک مسئولیت است بلکل و ای یک مسئولیت است بله. و در این مسئولیت فکر نکنیم که طرف مقابل ما که ما احد و پیمان برزو کردیم کی هست بله. ولو کافر باشد قرآن چقدر زیبا برای ما بیان میکند که شما تا زمان به امرای زوا وفادار باشید که وا براتان وفادار است صریح لفظ قرآن کریم است بنان با این موضوع اگر ما در افغانستان در هر جای دنیا که هستیم اگر توجه بکنیم بیم این پدیده شوم ای گناهی را که گناه فکرش نمیکنیم این وعد خلافی هایی را که ما این وعده خلافی فکر نمی کنیم اگر ای را از زندگی خود دور بکنیم به این وفا به عهد و پیمان خود بکنیم میبینیم که یک زندگی با اعتماد یک روابط خوب اجتماعی در بین ما انشاءالله حکم فرما میشود بسیار زیاد تشکر جناب مفتی سیب واقعا دین اسلام توجه بالای بود اخلاقی بیشتر از بود عبادتی و دیگر مسائل کرده بنان یک وقت کوتاه میگیریم دوباره بر میگردیم و سوال علاودین عدیل که در ارتباط به میراث پرسیدن میپرسیم باز هم خوش آمدید دوستای نهایت عزیز برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است بخش سیوم برنامه هست علاودین عدیل ما قبل از وقفه نامش گرفتم که در ارتباط به میراث سوال سوالی را پرسیده بود ده همی ارتباط میراث و یک موضوع مشخصی که اگر پدر فوت میکنه و قبل از پدر بابا زنده است یعنی پدر فوت میکنه بابا زنده است آیا بر از به نواسای از این میراث میرسه یا خیر ای را پرسیده بودن علاودین عدیل پرنسس اسما صف... سما و صفی الله شریفی اینها همه ده همه ارتباط سوالاتشان بود تقریبا مشابه به یک دیگر هستند دیگه بنان می خواهیم که از شما جناب مفتی صاحب در این ارتباط صحبت های اگر دارید به این دوستها لطف بکنید موضوع بسیار جنجال برانگیز در بین مردم افغانستان همین موضوع هست بله. که بیشتر بیننده های ما و شما این سوال مطرح کردیم توجه به دو نکته بکنیم نکته اول قایده میراث چیست بله. و نکته دوم هم فتوا و رای حل شرعی به این موضوع چیست بله. انشالله همه جنجالهایی که در فامیلا رخ داده است انشالله کاهش پیدا می کند و آرزوی ما به است که در آینده کدام جنجال پیش نبید, نبید. قایده میروسی است که هرگاه ورسه نزدیکتر موجود باشه ورسه دورتر از میراث محروم می شود این پدر بزرگی که فوت کرد این پدری که فوت کرده است از خود اولادای بجا گذاشته است اما پدر بزرگ از این اولادا زنده. حیات داره بله. در قید حیات است که پدرشان در پیش از او وفات کند. وقتی که پدر بزرگشون وفات میکنه حال مال انتقال میکنه به ورسیش من میراست. میراث در این ورسه یک طرف ها هستن طرفی که مشکل در بین مردم ما هست برادرزاده ها هستن به با ها. یا همین نواسای بابایی است که حالا فوت کرده است قایده ای میراسی است که اینها از میراث محروم میشوند چرا نسبت به کاکاهای خود یک درجه از بابای خود دورتر هستن بلی. هرگاه ورسه نزدیک موجود باشه و ورسه دورتر از میراث محروم می شود این قایده میراث است این نکته اول ولی توجه بکنیم که این قایده میراث اجرایی نیست این قایده میراث شریعت رای حلی برش بیان کرده است که میخواد این در مرحله اجرا گذاشته نشود اسلام هیچگاه خواهان نیست که او اطفال گناهشون چی که هم پدر خود دست دادین و حال سهمیه میراس پدر کاکاها بگیره به این نواسه ها یا به این برادرزاده ها چیزی نرسد نه. این با منطق و با عدالت سازگار نیست قرآن کریم دو راه حل بیان کرده است اگر ما توجه در بالای از اون راه حل بکنیم انشاءالله این مشکل کاهش پیدا می کند آیتی در سوره بقره می آید الله جل جلاله بیان می اعوذ بالله من الشیطان کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوسیه للوالدین والاقربین حقا علی المتقین ای آیت, ای آیت شماره 180 سوره بقره است الله میگه فرض کرده شده است در بالای شما که یکی از شما اگر در وقتی که در بستر مرگ قرار میگیره موراید. یا مرگ به سراغش میایه فرض از بالایش وصیت بکند در مورد که وسیعت بکنه این وسیعتش به با اقاربش باشه بله. اما اقاربی که از میراث محروم میشون بله. و الله بیان میکنه که چین وسیعت فرض است و این کار انجام میده انسان های پریزگار بله. امی آیت 180 سوره بقره پدر بزرگ مکلف ساخته است بالایش بالاش یک وسیعت را فرض کرده است که چین وسیعت را اجرا بکنه تا امین نواسه هایش با امون قایده ای که قبلا ما و شما بیان کردیم از میراث محروم نشود بله. بیم بابا یا پدر بزرگ به اصطلاح امی وصیت خدا اجرا نکرد امی فرمان الله را که در سوره بقره دستور داده است ایر عملی نساخت حال سوره نسا راهکار دومی را ارائه میکنه به کاکاهای بچه ها بله. چقدر زیبا قرآن بیان میکند و ازا حضر القسمت اول القربا و الیتاما و فرزقوهم منه و قولو لهم قولا کریما وقتی میگه در وقت تقسیم کسایی از شما حاضر است که خیشاوندتان است متوجه میسازه کسایی که میخواهن مال میراس تقسیم بین خود بکنن خیشاوندهای در وقت تقسیم حضور داره که اونها از این میراث بنابر قایدش محروم هستند الله دستور میده که اموار از میراث محروم نکنی فرزقوهم منه از این یعنی مالی را که تقسیم میکنی بر رضوا هم حسی بده آیت بیان میکند بی که کاکاها اینجا مکلفیت دارند مسئولیت دارند که او وظیفه که پدرشان انجام نداده است بیاد امی کاکا بچه های از پدر مسئولیت پدر خدا مرفوع بسازند خب جناب مفتی صاحب دلیل منطقی چی است که دوجا در آیاتی که شما تلاوت کردید وقتی میگه از کسی کسی از شما نزدیک شد به بستر مرگ باز امو میراسش به این قسم تقسیم میشه که اول اونمو کاکاس و بعدا دیگه اولادا ازی خود دور هستن یک سره دو جن نس سریح هست ولی در اینجا ما میخواییم که تعویل بکنیم چیزهایی را و برای از اولادای پدری پدر که پدرکلانشان زنده است برای از حق باید بکشیم جناب مرود صاحب آیات تعویل نی مزداق آیات اموجی که الله دستور دا داده است که فرض از شما وصیت وصیت کنی به اقاربتان بلی. وقتی نزدیکان اونجا مطرح شده است در حالی که نزدیکایی که حسیشون قرآن تعیین کرده است ضرورت به وصیت نیست بلی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که لا وصیت لوارثن پس این وصیتی که فرض کرده است الله در قبال کی هست همه مفسرین به اتفاق هم نظر میدن که اینمی بهترین مزداقش است که ما امین نواسه ها را بله. یا امی برادرزاده ها را به کاکا می شود شامل از این آیت بکنیم تا یک راهکاری باشد که اینها از میراث محروم نشوند بله. و آیت بعدی هم که خوندیم آیت شماره هشت سوره نسا بله. هست ای هم کاکا ها را مکلفیت برشان بیان می کند که امی برادرزاده ها را اخلاقاً حسه از مال به یا اختصاص بدن تا نیازمندی هایشان مرفوع شود بله. چه مقدار مال را اختصاص بدن اما مقداری که اگر پدرشان حیات میبو برش میرسی بله. یا امو اندازه یا کمتر از او خب جناب مفتصب ما میخوایم که ادامه صحبت هایتان بعد از یک وقفی کوتاه بریم و بر بگردیم و انشالله صحبت های دیگه هم در ارتباط به میراث هست میپرسیم از جناب مفتصب هم خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است و ما در ارتباط به موضوع میراث که یک موضوع بسیار جنجالی است ما در این ارتباط صحبت میکردیم جناب مفتی صاحب صحبت هایتان قطع شد مهربانی تشکر مفتی دو آیتی را که عنوان دادیم به عنوان راهکار آیت 180 سوره بقره و آیت شماره 8 سوره نساء در تفسیر هر دو اکثریت مذاهب اسلامی باورشان به این است که امین نواسه ها از میراث محروم نمی بلکه مستحقی میراث می خوشبختی مردم افغانستانی است که قانون مدنی افغانستان آمده است این موضوع مشکل این یعنی موضوع جنجالی که یک طرف قایده میراس است و دیگر طرف هم راهکارهایی است که شریعت برای ما ارائه کرده است یک زدابندی که وجود داره در بین مردم آمده است به همه از نقطه پایان گذاشته است قانونگذار این درجه قانون کرده است به عنوان وسیعت واجبه هر نواسه ای که این چینین موضوع در قبالش پیش آمده است بله. او مستحق میراث است قانون مدنی افغانستان که امروز قانون نافذ است رایج است در دستگاه عدلی و قضایی برای او فیصله صادر می کنند نواسه بله. نواسه ها محروم از میراث نمی شوند به عنوان وصیت واجبه بله. او وسیتی که فرض بوده است واجب بوده است که پدر بزرگشان میکرد برای اون مو وسیت یا مستحق میراث میشه هر انسانی که با این مشکل روبرو هستن مراجعه به قانون بکنن های. وقتی مراجعه به قانون بکنن پیش بینی خوبی که قانون کرده است ان شاء امیدوار به این هستم که با این موضوعی که در یک فامیل پیش می آید نقطه پایان گذاشته شود خب بسیار زیاد تشکر جناب مفتی باز هم در ارتباط با میراس از نسیما حسینی سوالی را پرسیدن که چرا دین مقدس اسلام برای زنا امی حقی که در میراس میرسه کم یک حصه و برای مردا دو حصه تعیین کرده دلیل و علت اساسی از ای اگر در چند جملات یک دو دقیقه گفته شود زیبا خواهد بود جناب مولوی صاحب در دو دقیقه خانم ضرورت از به تفصیل است که باید توضیح بدیم بفرما. چرا بحث بگیه است که چرا دین مقدس اسلام نصف میراز به خانم پیشبین شدگی هست بب. و این نصف عنوان میدن گویا فکر بکنن خدا نخواسته که دیر اسلام یا دیر شریعت به خانم ها یک دیر منصفانه نبود ای نبوده است این اجابه توضیح میکنند پاسخی است که تقسیم میراثی را که اسلام برای ما پیش بینی کرده است این تقسیم میراث به اعتبار جنسیت نیست اصلا جنسیت در تقسیم میراث مطرح نیست بلی. که اگر مرد باشه بیشتر اگر زن باشه کمتر این اصل در ذهن خود ما باید داشته باشیم بلی. تقسیم میراث بر اساس عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی استوار است بلی. مردی که بیشتر مصارف دارد مردی که بیشتر مسئولیت‌های مالیش چند چندان خانم است نیاز است که حق بیشتری باید برش داده شود این خانمی که مسئولیت مالی کمتر داره نیازمندی هایش نسبت به مرد کمتر است باید حق کمتری را برش پیش بینی شود بلی. اون چه نیازمندی های جامعه ما است میراث برای از پیش بینی شده است امروز اگر مرد در مورد ارزیابی قرار بدیم خرچ و مصارف عروسی در بالای مرد است نفقه خانم پوشاک خانم، کرایه گرفتن خانه تداوی خانه تداوی خانم در صورت مریضی تداوی اطفال همه خرج و مصارفی که مصارفی که در یک خانواده صورت میگیره همه به دوش مرد گذاشته شده است خانم کد مسئولیت دا ای قبال نه. ندارد. حتی خانم اگر کار میکنه معاشی که میگیره ملکیت شخصی خودش است حتی اگر مرد سرمایه دار است ای اسلام بیان میکند که کارایی رم که خانم انجام میده برای مرد باید معاش در مقابل پرداخت بکند یه اسلام بیان میکند که حتی اگر مرد اگر سرمایه خوب داره تعام پخته شده برای خانم محیا بکند بله. که سمارم. میبینیم مسئولیت داره که میبینیم اینجا دیگه سوال باقی نمیمونه که بیا خانما مطرح بکنن که چرا دین مقدس اسلام برای ما نصف میراث داده است بلد. اگر یک مثال بزنیم یک پدری که یک دختر داره و یک پسر دارد ای وفات 300 هزار افغانی سرمایه داره 200 هزار اش بدیم برای فرزند 100 هزار اش بدیم به دختر این دختر همین سرمایهش حفظ است پیشش این بچه است که با این 200 هزار میره عروسی میکنه میره خانه میگیره کلش مصرف میشود چیزی محارجی را از خانم انسان نمی بینه. بله. پس می بینیم که عدالت اسلام اقینا. خوبتر بوده است بنابر نیازمندی های اجتماع این سنجیده شده است بله. هیچگاه فکر نشود که این وقتی نصف میراث برش اجداد می شود خدا نخواسته شخصیت زیر اسلام پایین فکر بکنه نی. نه یک چیز طبیعی است در یک اداره ماش یک رئیس نسبت به ماش یک مامور بلند می باشد. بله. ولی هیچگاه اضافه بودن کم بودن ماش تاثیر در شخصیت ندارد که ما بگیم والله از نگاه انسانی شخصیت از, از او قابل احترام است و این شخصیت از ای قابل احترام نیست نه در بود انسانیش در حقوق انسانی هر دو با هم مساوی و برابر هستند ولی به علت های مختلف ماش رئیس بلند است ماش مامور پایین است با این مفکوره اگر وارد میراث شویم ان شاء سوال پیدا نمیشه برای بسیار زیاد تشکر جناب مفتی صاحب واقعا خوشا به حال کسایی که قناعت دارن به اینمی اندازه ای که دین اسلام برایشان تعیین کرده و با به حال کسایی که اصلا نمیدانند که آیا ما هم من حیث زن حق در میراز داریم یا نه بسیاری از هموطان ما اکثرش شاید بدانن و هم اگر ای را اظهار کرده نمیتونن اگر میدانن هم ما امیدوار هستیم روزی برسه که هر کس به حقش برسه چه زن و چه مرد به همین امید یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره بر برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است بخش اخیر برنامه هست در ارتباط به میراث صحبت های آخرتان رو با ادامه صحبت قبلی عرض بکنم مرادی صاحب که انوان دادن ازی که اسلام آمد است برای خانم ها نصف میراث مردها را قائل شده است به اعتبار جنسیتی فکر بکنن این اشتباهی است که از عدم فهم ما از قرآن صورت می گیرد بله. آیت شماره 11 سوره نساء اگر مورد ارزیابی قرار بدیم سه حالت برای خانم ها بیان می شود در این سه حالت حالت اولیش سوال می‌کنند که چرا قرآن بیان میکند اعوذ بالله من شیطان رجیم یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حض الانسایین اگر ما پیش بریم وسط از ای آیت بیان میکنه که زن مرد اردوش در میراس این مساوات نمیدن برمیگرده به ای برمی که ما قرآن مطالعه نمیکنیم یا فهم ما از قرآن درست نیست چقدر زیبا میگه که ولی ابویه لکل واحد من همه ان انکان له ولد یک کسی که وفات میکنه که او فرزندم داره پدر و مادرم اینجا پدر به عنوان مرد است مادر به عنوان خانم است اردو ازی ششیک میگیرد اینجا میراث زن با میراث مرد مساوی بیان شده, شده است شده چرا این موضوع چه عنوان نمیدیم اخیر آیت میره جناب مرادی صاحب میراث خانم بیشتر بیان میکنه اضافه تر بیان میکنه نسبت به میراث مرد بیان میکند که اگر ولد نباشه جز آیت میاد که فل امه سلس به مادرش از سه سه مال یک سه مال است صورت مثلی از یک کسی وفات میکنه بلی. از خود پدر به جا گذاشته است مادر به جا گذاشته است فرض بکنیم خانم بوده از یک تا شوهر به جا گذاشته است اینجا پدر مرد است مادر خانم است برای خانم سلس مال از سه حصه مالش یک سه برزی میرسه اینجا میراث خانم بیشتر از مرد است بیم اینی را عنوان بدیم که قرآن به اعتبار جنسیتی میراث مطرح نمی کند. اگر مطرح بکنه بیم دیایت ای توجه بکنیم که گاهی بله. از مرد کمتر است گاهی با مرد مساوی است بله. و گاهی هم از مرد کده اضافه تر است بسیار تشکر جناب مفتی صاحب اگر صحبت های در ارتباط به ایام ایده که ما فعلا قرار داریم در این روزها پیام داشته باشید در ارتباط میشنیم از شما جناب مفتی صاحب روزای روزهای روزه خوشی است ملت زمان میتونه خوشی خود تجربه بکنه بیم که ایده خوشی اسلامی برگزار بکنه کوشش کنیم در این روزا مستمندا کسایی که نیازمند است کمک بکنه مصارف خود یک نفری که پولدار است کمتر بسازه میتونه که سر دستارخانش جا نباشه ولی همسایش گرست نباشه بس. یک مقدار مصرف کمتر کند اما همسایه که در کوچه گشنه است برای زو هم غذا بفرستد سودای ایدی را بفرستد تا خوشی برای هم باشد بس. بس. کوشش بکنیم در این روزای اید که عرف و عنانات ناپسند خدا کمی تصحیح بکنیم. کسایی که نامزاددار هستند چقدر حالات بیکاری و فقر و فاقگی در روزهای قرنطینه مردم به سر میبرن خانواده دختر انتظار خدا پایین بیاره فرمایشات غلط و نابجای خدا پایین بیاره کوشش نکنه که اگر دستارخان چیزی کم بود روزگار روزو خراب بکنه که در نتیجه چیزایی که در نهادهای عدلی و قضایی میشتیم باعث سازی میباشه که فسخ نامزدی صورت بگیره نه توقعات و فرمایشات خدا پایین بریم واقعیت خوشی اسلامی است که ما برگزار کردیم اوکی. چیز بسیار مهم ای است که سله رحمی در روزا صورت بگیرد اگر شرایط قرنطینه است یک خیشاوند در خانواده در خانه دیگه خیشاوند رفتن نمیتونه بیم از وسایل ارتباطات جمعی استفاده بکنه خبر همه دوستای خدا بگیریم ما فکر میکنیم یک کمبودی که در جامعه خود میبینیم یک گروه رو میبینیم که گروه شبکه های اجتماعی یک گروه جور میکنن یا گروه اقتداد همسنفی ها تی اقتداد مدیر ها یک بخش ولی هیچ گروه خانوادگی ما نشونیده بیم ای اید قربانه یک روزی برای خود انتخاب بکنیم که بخوایم با کل اعضای خانواده خود از طریق وسایل ارتباط جمعی وصل باشیم یک گروه خانوادگی جور بکنیم تعیین بکنیم که 15 روز بعد یک ماه بعد یک هفته بعد وقت داریم کل خانواده خواهر برادر پدر مادر عمه خاله کاکا همه را در یک گروه شماره شون شماره بکنیم به اصطلاح امروز همه یک کانفرانس کال بگیریم صحبت بکنیم واقعا یک عید خوشی است که یک آغاز نوی است که ما کردیم سلی رحمی بجا شد ارتباطات ما قایم شد ما خبر رئیس خدا میگیریم خبر همسنفی خدا میگیریم خبر دوست خدا میگیریم ولی از خانواده خبری ندارد. انشالله اید خوشی آرزو میکنیم و توقع و آرزوی ما این است که با این مفکوره اگر ما ای اید سپری کردیم انشالله پروردگار خوشی هایی را در طول سال به همه ما نصیب میکند. بسیار زیاد تشکر جناب مفتی صاحب از پیام های بسیار زیبایی را که شما برای ما و بیننده گفتین دو عزیز ما هم اکتفا میکنم به همی پیام هایی که جناب مفتی صاحب برای ما گفتند. و آرزو میکنم در کنار فامیل هایتان در امن و امان زندگی بکنی و انشالله که افغانستان آری از جنگ و آری از خشونت باشد به همین امید شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم خداوند یار و نگهدارتان باد